بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوباره همین فتنه ها ادامه پیدا کرد. اینها هر جا که می رسیدن ضربهشون رو مسلمان ها می زدن. به نام ناصبی، اون موقع بهشون می گفتن ناصب. مردم میرن حج، هر گروهی که از این را سربراند کرده اولین ضربهشون به حجاج زده، چون محل تجمع مردمه. و اینا رو مثال بیشتری می دارن. در سال در موقع حول و حوش در سال 289 فتنه هاشون در سرزمین شام در سواد عراق شروع شد. در سال 290 یک قرم همین قرمتی یا باطنی امام تراش یحیی که معروف به شیخ بود دمشق محاصره کرد. چنان دمار از روزگارشون در آورد که اگر مصری ها کمکشون رو میکردن و ایران شده بودن. و بعدم رئیسشون که همین یحیی باشه شکست خورد و منهزم شد. بعد برادرش حسین جاش نشد که از خودش هم بدتر. بعد از دمشق رفت به همس و بعد بسیار شهرهای اونجا رو تصرف کرد. بعد و بعدن سلمیه، همس، هما. وقتی که بعضی از اونها تسلیم شدن حتی سادات اهل بیت هم نگذاشتن، درست مثل صفویه. الان سید سید میگن، آل بیت میگن، ولی وقتی قدرت دستشون برسه مگه توطئه هاشون نمیگه که امام زمان اول از قتل اعراب شروع میکنه و قریش مخصا راه درست میکنن؟ نه. خب و هر وقت که یک مرجع ظاهری از اونها کشته میشد، نامه پخش میکردن که بله یکی از ائمهشون زنده، یکی ظاهره، یکی مخفیه. و اون امامشون دیگه امام تراشی شروع شده، اون امامشون از اینجا دیگه متفرق میشه. چند امامی میاد بیرون، میاد و زمین رو میگیره، همه زمین رو میگیره، فتحش میکنه و علامت هایی برای خودشون میذاشتن. یا ادعا میکردن که بهشون وحی شده، یا بهشون الهام شده، یا غیب رو کشف کردن، یا خداوند در ذاتشون حلول کرده. همه این حیله ها، حیله های باطنیه که الان شده جز ضروریات مذهب. متاسفانه مذهب اینطوری نبود، مذهب اینا خراب کردن، این ویرانگران سیاسی که با مذهب بازی کردن.